trying to figure out how to attach. دارم سعی میکنم این قلب گلوله‌ای رو روی این قاب ثابت کنم. This is actually a military textile, but این در واقع یه تیکه پارچه ارتشی که من توش یه تخته چوبی گذاشتم. مثل یه کیف یا کیسه حمل و نقل. می‌خواستم خیلی ساده اسم اثر رو بذارم کیف حمل و نقل، چون عملاً داره این گلوله‌ها رو هم می‌کنه. می‌خواستم روی این ایده تاکید کنم که اون چیزی که حمل و نقل میشه اون چیزی نیست که در ظاهر به نظر میاد. ولی اسمشو گذاشتم می‌خواهم جان پناه تو باشم، و پس ذهنم این ایده بود که ما یعنی آمریکایی‌ها وارد یک کشوری میشیم به این عنوان که می‌خوایم نجات بدیم، پناه بدیم و کمک کنیم، در حالی که در واقعیت داریم یک کار کاملاً متفاوت با این می‌کنیم. میخوام جان پناه تو باشم خیلی عاشقانه و رمانتیک و قشنگ به نظر میاد، ولی خود اثر از گلوله ساخته شده و گلوله با عشق و دوستی نسبتی نداره. از وقتی 5 سالم بود شروع کردم به جمع کردن اشیا، چسبوندنشون به هم و ساختن چیزای جدید. یه کاری که خیلی بهش علاقه داشتم و همیشه انجام میدم چسبوندن اشیا و نگه داشتنشون در کنار همه. یه حسی در من هست که انگار تاریخ هم گذشتم و خانوادم خیلی از هم گسیخته است. بنابراین همیشه درونی هم دارم تلاش میکنم که همه چیزو به هم وصل کنم و در کنار هم نگه دارم تا پراکنده نشن. I started working with the flags during that period of 9/11. کار با پرچم رو بعد از 11 سپتامبر شروع کردم. من همه عمرم توی آمریکا بودم و آدم اینجا همیشه پرچم آمریکا رو می‌بینه. ولی موقع 11 سپتامبر بود که واقعا بهش توجه کردم. But during 9/11 was when it became very visible for me. و این سری کارها با یه مفهوم دوگانه شروع شد که این پرچم منه، پرچم توئه، پرچم کیه؟ اصلا مفهومش چیه؟ ولی حالا به یه چیز کاملا متفاوتی تبدیل شد. درباره تاریخ، درباره زمان، جنگ، رابطه ایران و آمریکا، رابطه ما با جنگ در آمریکا. فقط رنگ و یه سری اشیا، چیزی که من رو وادار به شروع این کار کردیم بود که می‌خواستم اینو زیر سوال ببرم که چطور یه تیکه پارچه در آن واحد معرف و گویای این همه موضوع و مفهومه. نمی‌خوام بگم که خود پرچم به خودی خود معرف خشونت ملی گرایانه است، ولی پرچم اون مفهومی رو پیدا می‌کنه که ما بهش میدیم و معرف ایده ها و احساساتی میشه که ما بهش بس میکنیم. ایده ها و احساساتی که گاهی از جون انسان ها ارزشمندتر میدونیم. پرچم آمریکا اونقدر چیز مشخص و قویه که هر چیزی هم روش کار بشه فوراً خودش رو نشون میده و بیننده قبل از هر چیز پرچم رو میبینه. کار روش مثل کار روی یک پس زمینه سفید نیست. خودش به خودی خود یه بحثی رو مطرح میکنه. برای من پس زمینه های ارتشی برای شروع یک بحث تازه مناسب ترن. The warriors came after the flag. سری کارهای جنگ بعد از سری پرچم‌ها بود. یه جورایی مثل ادامه اون بحث بود. سری جنگ راجع به خشونتی که ملی‌گرایی مطرح شده در سری پرچم‌ها به دنبال داره. تمرکزم روی مسئله سربازا و شرایط جسمی و روانی و مشکلات بعد از برگشتنشون از جبهه بود. شروع کردم به جمع‌آوری اندام مصنوعی. به نظرم این مکالمه بین درد و خشونت خیلی دلخراش بود. مخصوصاً برای کسی که اون موقع در آمریکا بود و اینا رو از نزدیک می‌دید. اون موقع بود که شروع کردم به جمع‌آوری اشیای جنگی و وصل کردنشون به هم دیگه. یکی از آخرین قطعه‌های سری جنگ برانکارت بود که روش نقشه جهان وارونه و غرق در خونه. انگار که جهان به خودش حمله کرده. مضمونش درباره ذات بشر و خشونتی که همه ما رو در بر گرفته. کارهای عکاسی مال دوره کوتاهی از زندگیمه، زمانی که داشتم دور ایران سفر میکردم. دچار یه جور شوک فرهنگی شده بودم و داشتم تلاش میکردم که این مسئله رو در ذهن خودم حل کنم و باهاش کنار بیام. سری عشق از راه رسید و چه سرخ که مال سال 2008 انعکاس دوره گذاری که اون موقع درش بودم. این سری شامل تروریست ها، سارقین، ماسک، لباس عروسی و پارچه های قبایل مختلفه.
خیلی هاشون مال اسب و خر و ایناست که من توی عکس اونا رو روی سر و شونه خودم گذاشتم. سرخ مفهوم خون رو القا میکنه. معنیش عشقه. عشق به یک کشور یا عشق بین دو انسان. اون موقع خودم داشتم با یه عشق خیلی دردناک دست و پنجه نرم میکردم. عشقی که خیلی پرحرارت و پردردسر بود و به فکر رابطم با ایران بودم. اینکه برگشته بودم خونه، مشکلاتی که داشتم، دردی که از بودن در اونجا میکشیدم، تلاشی که برای اونجا موندن میکردم در حالی که اونجا جایی نداشتم. و بعد برگشتم به آمریکا. فکر کنم بیشتر موضوعش حول محور رابطه من با عشقه. فکر کنم این کار بیشتر زاده شرایطم بود، چون به محض اینکه برگشتم اینجا و تونستم یه استدیو بگیرم و جایی داشته باشم، دلم میخواست مجسمه سازی کنم و از وقتی که دیگه ایران نرفتم اصلا عکاسی نکردم. اینا همینجوری یه جایی مثل تاخچه کنار هم قرار میگیره. این ته تفنگه. نمیدونم چه جور تفنگی. این کار هنوز در مراحل اولیه است. اول قرار بود که یه آدم باشه. پا و همه چی هم داشت. پاهاش این پا مصنوعی قوی آلمانیه. اسمش هم ویکتور بود. حالا طراحیش طوری شده که یه تیکه نیست و قطعاتش از هم جدا هستن و ما داریم فکر میکنیم ببینیم چطور به هم وصلشون کنیم. من از منفصل کردن و متصل کردن اشیا، چیدنشون در کنار همونجا کارا خوشم میاد، ولی در طی کار باید روششو پیدا کنم. این کار هنوز اول راهشه و خیلی مونده تا تموم بشه. کارهایی که الان در دست دارم بیشتر مجسم است. ماده خامم همون اشیایی که در اصل مصرف دیگه ای داشته و ماده خام کار هنری نیست. ولی توی کار که قرار میگیره کارکردش و مفهومش عوض میشه. یکی از مزامینی که برام خیلی مهم شد موضوع کارگر و کار و درآمد و دستمزد بود. برای همین شروع کردم به جمع‌آوری فلز، ابزار و حتی ماشینالات. موضوع دیگه‌ای که ذهنم رو مشغول کرده بود مسئله زندان‌ها بود. اینکه آمریکا بیشتر از هر جای دیگه‌ای تو دنیا زندانی داره. و کلاً اینکه یه آدم رو برای مدت نامحدود توی قفس و زندان انفرادی نگه دارن. این بود که شروع کردم به کار کردن با زنجیر. از تفنگ و شلاق و چکش و داس و کلاً چیزایی که یادآور اون مفاهیم و مضامین بود خیلی استفاده کردم. اول یه کارگاه پیدا کردم و شروع کردم به قالب گرفتن و ساختن اعضای بدن. اول از همه هم از دست‌ها و پاهام شروع کردم. قالب‌های برنز می‌گرفتم با ماده‌های خام سنگین. بعد به این قالب‌ها ابزار و اهرام وصل می‌کردم. این یه جورای ادامه کار با اعضای مصنوعی سربازا و دست و پاهای بریده شده بود. این قالب‌ها هرچند منفصل از بدن هستن، اما انگار هنوز کار می‌کنن. انگار هنوز در اون حالت استراب و فشارن. ابزار و اهرام‌ها یه جورای نماد کنترله، اینکه حتی محدوده تحمل ما و میزان دردی که میکشیم کنترل میشه. جایی که من توش زندگی کردم و تجربه هام بهم نشون داده که معمولاً یه کنترل بیرونی خیلی قوی روی آدم‌ها هست. کنترلی که شاید همیشه نسبت بهش آگاه نباشیم و این چیزا همش در طول کار پیدا شده به وجود اومد. چون وقتی دستا و پاها حرکت میکنه، فضای بینش رو ابزاری که بهش وصله کنترل میکنه و طبیعتاً چون فضای حرکتی ابزار و اهرام‌ها محدوده، حرکت دست و پاها هم در کنترل این ابزار محدود میشه. این کار اینجوری به وجود اومد.